واقعا قشنگترین تیتری که میتونم بزنم برای ورود سالیوان همینه خدای اسنوکر وارد میشود اما قبل از اینکه بریم به سراغ اولین بازی سالیوان در مهمترین مسابقه اسنوکر ورد چمپیونشیپ سال 2024 یه چند تا نکته بگیم و بعد بریم وارد بازی بشیم اولا که تو فکرم اینه که اخبار اسنوکر رو هم توی اسنوکر شو براتون پوشش بدن فقط یه مشکلی هست اخبار کوتاه مختصر مفید و به شکل پادکسته برام بنویسید توی کامنت ها علاقه دارید به پادکست پادکستی که موضوعش در رابطه با اسنوکر هستش اخبار و هواشی اسنوکره و براتون شکلی درست کنم اگر علاقه دارید به پادکست و اخبار اسنوکر حتما کلمه پادکست رو برام بنویسید نکته شماره دو اگر استوریای اسنوکر شو رو هم دنبال بکنید در پی هواشی که برای حسین وفایی به وجود اومد و اون اظهار نظرها اون داستانهایی که مطرح کرده بود به قول ما هر دو طرف رو باید بگیم اونایی که بر ضدش صحبت کردن و اونایی که موافق بودن کسی که زده رو که گفتیم تو استوریو مورفی خیلی پریده بود به حسین وفایی سر این داستان که گفته بود چرا تو اصلا حالا خیلی داستان داره حرفای مورفی رو بعد حتما بخونید توی پیجم هست و اینکه از اون طرف نیل رابرتسون از حسین وفایی حمایت کرد یه نکته داره خیلی برای خودم هم جالبه دقیقا دقیقا جمله که من توی برنامه اعلام کردم رو اینش رو رابرتسون اعلام کرد چی گفت گفتش که حسین بعد بیراه نمیگه 90 درصد حرفهاش رو تایید کرد به غیر از بویی که مطرح کرد صحبت های نیل رابرتسون عین جمله بنده رو نیل رابرتسون اعلام کردش چی گفتش گفتش که زمان مناسبی برای مطرح کردن این موضوعات نبود دقیقا حرفی که من زدم گفتم آقا من ندید انگلیس نرفتم نمیدونم موضوع اونجا چه شکلیه اما بازیکن قاعدتا دروغ نمیگه چون هزار نفر دیگه آدم اونجا هستن اما بحث زمان خیلی 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 مهمه چون همه نمیگن که تو چی داری میگی فقط همه به چشم یک بهونه دارن نگاه میکنن پس زمان خیلی تو این موضوع به قول معروف مطرحه حالا اگر دوست دارید که اخبار هواشی رو انجام بدیم که کلمه پادکست رو برام بنویسیم اگرم نه که هیچی بریم با هم دیگه بازی ها اولین بازی سالیوان رو تماشا بکنیم با من همراه باشیم بزرد. بله بازی اول در مقابل جکسون پیج هستش این شخصی که روی تصویر مشاهده میکنی در مقابل بحبه مرد تکرار نشدنی دنیای استون که خدای استون که کسی که شخصش اسمش از ورزشی که توش داره شرکت میکنه حالا ورود میکنه مسابقه میده بزرگتره خیلی چیز عجیبیه و بریم سراغ بذار این یه چیز جالبت بگم میدیم اینکه معنی شیه اینکه میگن ش... اسم و شخصش از یه ورزش بزرگتر یعنی چی برای دیگه مثال ساده میزنم فرض بگی الان مارادونا زنده است مارادونا فردا چوب فرض بگی یه شب اسنوکر باز حرفه‌ای میشه و میاد توی تور ای ها. وقتی بیاد کل دنیا با این ورزش آشنا میشن چون اسمش اعتبارش از اون ورزش بزرگتره حالا ببین این سالیوان که تو دل همین ورزش تبدیل شده به یه همچین شخصی پشما اوکی بریم به سراغ سشن اول بازی سالیوان و جکسون پیج بازی 19 فریمه قاعدتا 9 فریمش رو الان نگاه میکنیم و 9 فریمش هم در سشن دوم خیلی خوشحالم که ویدیو رو این شکلی خیلی دوست این سشن سشن‌های مختلف می‌ذاریم از بازیات با لایک و کامنت و سابسکرایب هم حمایت بکنید. الان یک کودم هم بدم هر موقع رو تصویر من اون بالا رو می‌بینین اون گوشه عکس یه لوگو چیزه چیوش میگم سایت جهانی اسنوکر تور ارفه یاس سه سفید قرمزه اون لوگو رو من گذاشتم بدونید که ویدیو رو تیم خودمون ادیت نکرده تو فریم اول هفتاد امتیاز سالیوان کسب میکنه بریم ببینیم که جکسون پیش تو مهمترین مسابقه اسنوکر در مقابل خدای اسنوکر چیکار میکنه قاعدتا چرا داره ادامه میده همه تون سنوکر بازی درک میکنید که صرفا بازیکن میخواد با شرایط آشنا بشه و میزنه که دستش گرم بشه و اینجا سالیوان حس من اینه نه نظر شما هم همین هست یا نه من احساس کنم سالیوان تو مسابقه ورد چمپیونز یه شکل دیگه بازی میکنه یه شکل دیگه ورود میزنه و فکرم شاید یکی از تنها بازی هستش که خیلی جدی میگیره و براش مهمه همینه آیا امسال این اتفاق برای سالیوان رقم میخوره که تنها مقامی ها که به تنها مقامی که با یه نفر مشترک داره باعث بشه که اون رو هم از آن خودش بکنه و هفت بار قهرمان جوان شده این تبدیل به هشت میشه یا نه این کار انجام بده دیگه فکر کنم غزل غزل خداحافظیه بریم به سراغ فریم دوم بازی فریم اولو که خیلی راحت تونست جکسون رو شکست بده <متحدث> امسال دو تا بازیکن ایرانی تو تور حرفه یا داریم امیدوارم بچه‌ای که دارن میرن تایلند مسابقات کیو اسکول نتیجه بگیرن همشون دوستامن همشون بچه های با شخصیت و با لیولی هستن و امیدوارم که شرایط جوری پیش بیاد میدونم چقدر سخته ولی بتونن جواز و حضور در تور هرفهی ها رو بگیرن که اونجا چینی ها همینطوری سیبیل به سیبیل نشستن واقعا جام از اونجا آوردن بیرون کار داده فیله شوخی بردارم نیست اوکی 38 تیاز توی این فریم کسب میکنه سالیوان میدونم که همه تو منتظر ورود سالیوان بودید توی ور چمپیونز و اینم اولین بازیش جان ببین چه میدل پاکتی میزنه چیزی که واقعا خوشحال میشم یعنی از این لحاظ که میفهمم که اسنوکر رو یه سر سوزن درک کردم قطعا همه تون همین شکلی از این داریم ویدیو رو نگاه میکنیم اینکه که مثلا صحبت خودم رو فرداش همون روز از یه دهن یک بازیکن سوپر حرفه ای می میشنوم خیلی به خودم میچسبه یعنی ببین من تو دل این داستان نیستم تا حالا تو اون مسابقه شرکت نکردم ولی دقیقا همون حرفیه که زدم واو به واوش رو یه سوپر بازی کن میگه از این بابت که به این درک رسیدم خوشحالم و از اون, از اون بیشتر خوشحالم که با شما میشینم با افتخار برای منه که با شما میشینم اسنوکر رو نگاه میکنم مثل لواشنگ مثل یه بازی باشگاهی دو هیچ جکسون پیج رو میزنه جکسون پیجی که هموطن مارک ویلیامز و تا اینجا که هیچی ازش ندیدیم از سالیوان بازی باشگاهی خیلی بدون استرس و بدون فشار خاصی دیدیم ازش و اینجا ضربه فلوک میزنه یکی بر من کامنت گذاشته و یه آقای محترمی گفتش که تو خیلی جام میخوای ثابت کنی خیلی بلدی خیلی میدونی عزیزم یه کسایی برنامه سنوکر رو میبینن صد هیچ ما رو میزنن از نظر علم سواد بازی اصلا ربطی نداره اصلا خیلی فکت عجیبیه شالا همه این کاره بلد و اما یه دونه که اسنوکر رو درک نمی کنیم 99 در که که ویدیو رو می بینن کاملا متوجه می شن این موضوع رو yes, باور کنیم از الان اسنوکر شو به زبان انگلیسی پخش می شو. من صد کیو رو کنم صد باره رد کرده بودم صد باره 45. حالا داریم تلاشم روی کانال هایلایت اسنوکر میکنیم دامین عجیبی داره ها اگه تو این کار باشن دامین عجیبی داره داریم تلاش میکنیم امیدوارم که دیگه این بار کپی رایت نخوریم به مشکل نخوریم بتونیم که تو سطح جهانی هم فعالیت داشته باشیم بریم به سراغ فریم سوم 64 امتیاز سالیوان زده هرچون من صحبت خارج از اسمی که میکنم اتفاقی واقعا روز پیج نمیافته روز یعنی رو میگم رو پیج روی بازی نیافتاده که من بخوام بهش بپردازم ولی اما از اینجا به بعد دیگه فول میریم تو دل بازی ببینیم که چه اتفاق او یه ز... او یه ضربه سوپر کالباسی میخواست بزنه سالیوان خورد یا به صورتی خورد فکر کنم به صورتی خوره به س... واه به ست. تو چطوری میتونی اون صورتی رو بزنی هزار بار به زری آها نینه 64 به 27 حتی نمیتونم بگم اه... کلمه سالیوان رو بنویسید یا کامنت براش بذاریم میاد میبینه این یه دونه فکت رو ما دیگه نمیتونیم فریم سوم رو هم بی درد سر بی دقدقه سالیوان ازش میگیره و جکسون پیج مونده که چی کار باید بکنه بازیکن بدی نیست اما این رفیق بیش بیش از حد قویه بله فریم فریم تاک هم به پایان رسید و بریم به سراغ فریم چهارم بازی دوباره جکسون توپ رو دو دستی تقدیم سالیوان میکنه ولی حالا اگه سالیوان رو دوست داریم میتونیم کلمه سالیوان رو انگلیسی رو ببینید انگلیسی بهش کامنت بذارید تو برای من باید کامنت بذارید چون خودش که بح یه لانگ شاد ببینیم میتونه تو دل این لانگ شاد چیزی در بیاد یا نه ببین باید با بازیکنی مثل سالیوان حرف واسه گفتن داشته باشی به به قرمزت میفته همه منتظر بریک باشن ازت نه اینکه یه دونه پنج بزنی میس کنی اگه میشه سالیوان رو با این عدد ارقام برد آکوم مثل بینز داره تو سن 48 نو سالگی برات توپ میزنه خوبم میزنه good share but great chance for 4-0 do <laughs> who i play which is fair enough but he is 47 56 6 <coughs> 63, 64 و فریم چهارم رو هم خیلی ساده متوجه میشین دیگه از ریاکشن های سالیوان که چقدر ریلکسه چقدر راحت داره بازی میکنه انگار نه انگار ورد چمپیونز و بالاخره جکرون پیج هم برای خودش حرفا داره برای گفتم ولی اضافه بر سازمان ریلکس بازی میکنه چهار هیچ به همین سادگی به همین خوشمزدگی چهار فریم گذشت بریم به سراغ فریم پنجم پنجام اینجا یه تریک شات از جکسون جا، پیج که جواب نمیده این کارا جلوی سالیوان و حتی من به جرات میتونم بگم توی این چهار فریم مجموع امتیازهای پیج 50 تا شد کلا یا نه امیدواریم که یه سالیوان من نمیگم قهرمان بشه ولی امیدواریم که یه سالیوان سرحال ببینیم خب یه چیزی خب این سراحال باشه کسی نمیتونه ببرتش که نمیدونم ترامپ که خیلی آماده خوش نشون داد بازی سی با ویلیامز بازی عجیبی بود ما اکثر بازی ها رو توی هایلایت استونکر میذاریم بازی هایی که خیلی مخاطب های ایرانی میپسندند رو توی استونکر شو میذاریم بله اینجا یه بریک هفتاد تایی هم میزنه فریم پنجم رو هم میگیره از جکسون پیج هیچ حرفی هیچ دیالوگی باقی نمیمونه واقعا بازی های سال... تور حرفه ها رو میبینی تازه میفهمید که کد تن کیه تازه میفهمید که اصلا بازیکن دیگه اصلا هیچ حرفی واسه گفتن ندارن اونم تازه هم گفتیم این 130 40 نفری که توی تور حرفه هستن همشون این شکلی نیستن و ولی اکثرا خوبن دیگه یه جایی قهرمانی آوردن که وارد تور حرفه ای شدن و اینجا 122 تا میزنه آیه من کی میخواد جلوی این سالیوان رو بگیره آیا جکسون پیج میتونه حتی چی بگم بگم یه فریم بگیره تا اینجاش که هیچ چیزی نشون نداده خودش فکر نمی کنم توپ داشته باشه نه یه ضربه الهی به امیده تو هم چشنی کار میکنه و اینجا رو ببین پشمام <تصفح> چه قرمزی زد چه مشکی گرم نگو میخوری به اون قرمز نه دیگه اون دیگه میخورد به اون قرمز دیگه خیلی یا توپ زرد رو انتخاب میکنه اسنوکر شده و اینجا میزنه بهش میخوره بریم به سراغ فریم شیشم <ساید> <applause> توپ دوباره دست سالیوانه و توپ دیگه واسه زدن نگو که میندازی بچه مردم اونجا وای لعنتی تو پنج جلوی جلویی واری کلا واری کلا. هم میکنه سالیوان وو چه لانگ شاتی چه لانگ شاتی چه میز سختی ایت. چه میز سختی فقط لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه با این کارتون کلی از اسنوکرش رو حمایت میکنیم تنها کانال فارسی زبان اسنوکر اینجا و با این کار کلی حمایت میکنیم که ادامه پیدا بکنه قرمزی میزنه داور میخواد سفید براش تمیز بکنه چه قرمزی میزنه قد این چقدر سخت بود هر دونه سخت بود هر جوری حساب میکنم سخت بود <applause> و چیزی که ما داریم میبینیم نتیجه شیش هیچ خیلی فاصله زیاده خیلی فاصله زیاده مگه میشه همچین چیزی جکسون بهش برای چه میدونم آبرو اعتبار خودش هم که شده البته اینو بگم ها کسی این شکلی به سالیوان ببازه مورد چی بش میگن سرزنش قرار نمیگیره چون همه میدونن این اضافه بر سازمان قویه آه واو یه لانگ خوب ولی بعد ببینیم که چه چی کار میکنه در مقابل سالیوان دیگه شیش شی هم دیگه خیلی ستمه چه عجب یه دوتا توپ از اصلا قیافه جکسون پیج رو دیدیم تو این ویدیو چه عجب خدا رو سر از اون فارسی بلد نیست کانال ما هم دنبال نمی‌کنه خب چهل امتیاز توی این فریم کسب کرده تصویر پرید یا من احساس کردم کیک که کیک رو باشه روی این میز کیک خیلی کم پیش میاد چون بین استراحتشون میز رو مرتب میکنن تمیز میکنن چیز جالب هم به شما بگم اگر هر ما خواستیم بدونید که یه باشگاهی با تمام بشه نبد و یکی زد آفرین با این روحیه آفرین اینه میگم میگم بازی کن ایه اینا شیش تا عقب صد تا زد یه سنتری زد به سالیون چه عجب اعتبار آبروی خورش خرید و رست با رست شش لیکی که آفرین صد تا ببینیم میز رو میتونه جمع بکنه یا نه تا اینجا که کنترل کیو خوب بوده 120 124 الان چیز در در رابطه با نگهداری میز بهتون میگم 129 135 و 140 دو بابا باری کلا آفرین دست خوش دست خوش انصافا دست خوش باری کلا هر موقع رفتین یه باشگاه یه دست بازی کردین یعنی یه دست منظورم که اصلا هم یه ساعته بازی کردین دستتون این دمیر توی مکانیکی زغال میشه دستت اون شکلی رو بدون که اصلا دوزارون اون سال باش که اصلا نگه داری. میز نه هیچی میفهمه نمیدونه باشگاه که درست درمونن شو یه سمیر باز میکنی یه کسیفی خیلی نرماله نرمال دیگه کلمه دیگه, دیگه تا کار ببرم حیفه میزاتون این کار دارین میکنی هم به خودتون احترام بذارین هم به مشتری احترام بذارین درست نگهداری کنین از میز مثل ماها که اینطوریم دیگه ما بریم باشگاه داریم هزینه میکنیم دیگه پول کم هم نمیدیم بابت پول میز سرویس به اندازه اون عدد نباشه هیچ اعتراضی به صاحب باشگاه نمیکنه دیگه نمیری به همین سادگی بریم. بریم تو دل بازی ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره فریم هشتم رو داریم نگاه میکنیم احساس میکنم که یه چیزی حواس سالیوانو آها ببینید تاثیر میذاره یه چیزی حواس سالیوانو پارت کرد اون وسط 66 تا به دو امتیاز آره یه ضربه هم بود حالا دیگه نگفتم فکرم تو استوری درستش بکنم یه ضربه حسین وفایی زد دوتا قرمز بغل هم دیگه بود زد میدل پاکت من گفتم ضربه فلوک ما تو هایلایت چون بازی رو دیدیم اون لحظه ای که میره حساب کتاب میکنه این توپو چه شکلی بزنه رو تو ویدیو نه ما گفتیم فلوک. و من کاملش که دیدم دیدم نه قشنگ رو حساب کتاب و واقعا چون رو حساب کتاب بوده چه ضربه ای چه پات وحشتناک خوبی بوده دیگه یه سری خوبیاش که از بدیاش بهتر هایلایت دیدن اسنوکر ولی دیگه این اتفاق هم تو هایلایت دیدن میافته هفتاد به سی و پنج چند تا رو میزه؟ خب فیکس همون سی و پنج تا هم رو میز هست آیا فریم دوم رو هم میتونه جکسون پیج بگیر از سالیوان یا که نه 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 این خبران نیست خبر نیست یه بار سر دو زدی اون فریم تموم شده رفت جکسون پیج میتونست این فریم رو هم از سالیوان بگیره و نتیجه بازی هفت یک خیلی سنگینه خیلی سنگینه بریم بریم به سراغ فریم نهم بازی فریم آخر ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره آیا با نتیجه هفت میریم به سشن دو یا هشت یک میریم به سشن دو اینجا سالیوان خالی میره بوم. دوستانی هم که میخوان پکیج آموزشی تهیه بکنن اینستاگرام میتونن پیام بدن ویدیو هفتم قهرمانی سالیوان هم توی این پکیج هست و صفر و صد بیلیارد و آموزش داده شده و اینکه آخرین ویدیو هم تبلیغش رو میذاریم همیشه 20 ثانی آخر رو میتونید ببینید و اگر دوست داشتین تهیه بکنید خیلی نه نمیخوره بله فریم نهم هم به پایان داره نزدیک میشه و تموم شده است در واقع فریم و هشت یک سالیوان مشکی بریم به سراغ بریم این با دیگه چی کار میکنه سرعتی را هم میزنه خیلی بیرحمانه بازی کرده تا اینجا یه قصه سرعتی آیا این قرمز رو میزنه نه تمام خب رفقا سشن اول بازی سالیوان بیرحمانه تموم شد نتیجه عجیب غریبی بود 8 یک اون یه دونه به قول معروف یه بریک 142 بود که به شدت زیبا بود و اینکه منتظر سشن دوم باشین امیدواریم که سالیوان رو تو آخرین مسابقات انقدر کوک سر و سرزنده ببینیم و یه ورد چمپیونز خاطر انگیز برامون رقم بخوره برای تک تک نارزو موفقیت میکنم با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنی دوستاتون دارم فعلا خیلی چکریم چک عکس هایی که دارین مشاهده می کنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت کنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش